ایران سومین حمله به اسرائیل را کلید زد. پیشبینی هوش مصنوعی درباره خسارات عملیات وعده صادق 3. سلام، وقتتون بخیر دوستان عزیز. به مهمترین گزارش این ساعت خوش اومدین. حتما تا انتهای این برنامه با همون همراه باشید و فراموش نکنید برای ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید. مقامات سیاسی و نظامی ایران برای اسرائیلی‌ها خط و نشان قاطعانه کشیده و پاسخ ایران به حمله احتمالی اسرائیل را قطعی دانستند. فاصله بین عملیات وعده صادق 1 تا وعده صادق 2 حدود 6 ماه طول کشید، اما به گفته مقامات ایران در صورت هر گونه اشتباه محاسباتی اسرائیل، حمله مجدد ایران به اسرائیل در فاصله کوتاه‌تری با حمله دوم اتفاق خواهد افتاد. مقامات ایران بارها و بارها گفتند که در صورتی که اسرائیل تحت هر شرایطی بخواهد اقدامی در خاک ایران انجام دهد، عملیات وعده صادق 3 قطعی خواهد بود. اسرائیل اگر به ایران حمله کرد، اگرچه حمله اسرائیل با شکست مواجه خواهد شد و پدافند ایران درخشان عمل کرد، اما مقامات کشورمان گفتند که تعرض اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهد ماند و حتی رهبر ایران هم دستور عملیات وعده صادق 3 را به سرداران سپاه و ارتش صادر کرد. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی صبح روز یک شنبه در دیدار خانواده‌های شهدای امنیت که در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برگزار شد گفتند: شرارت دو شب پیش اسرائیل نه باید بزرگ نمایی شود و نه کوچک انگاری. باید خطای محاسباتی اسرائیل به هم بخورد. باید قدرت و اراده و ابتکار ملت ایران و جوانان کشور را به آنان فهماند که این یعنی عملیات وعده صادق 3 در راه است. مقایسه عملیات وعده صادق 1 و وعده صادق 2 نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با افزایش تعداد موشک‌ها در عملیات دوم موفق به شکست پدافند هوایی اسرائیل شد و ضربات محکم‌تری به اسرائیل وارد کرد. از این رو می‌توان دریافت که میزان آسیب وارد کردن به دشمن را خود ایران تایید می کند. و در صورتی که مقامات کشور بخواهند حملات گسترده تری علیه اسرائیل انجام دهند، توانایی نظامی آن فراهم است. بامداد 5 آبان 403 اسرائیل در اقدامی وحشیانه به ایران حمله هوایی کرد. پیش از این مقامات کشورمان اعلام کرده بودند در صورتی که اسرائیل تحت هر شرایطی بخواهد اقدامی در خاک ایران انجام دهد، عملیات وعده صادق 3 قطعی خواهد بود. عکسی از توییت ایران عبری در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است که صحت آن تایید نمی شود. در این توییت به زبان عبری نوشته شده است: این بود آتشبازی ساده. کشور ما را فراموش کردی، کشوری که به وعده های صادقانه معروف است. با این حال از هوش مصنوعی پرسیدم که در صورت حمله اسرائیل به ایران، ایران با شلیک 500 موشک هایپرسونیک به اسرائیل که اسرائیل قادر به رهگیری 90% آن هم نیست، پاسخ دهد به طور منطقی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ داد: اگر ایران در عملیات در پاسخ حمله اسرائیل به ایران 500 موشک هایپرسونیک به سوی اسرائیل شلیک کند، با توجه به تجربه های قبلی و اطلاعات موجود، اگر فرض کنیم که درصد موفقیت مجدد مشابه عملیات قبلی باشد و 90% از موشک ها به هدف اصابت کند، این به معنای 450 موشک خواهد بود. موشک های هایپرسونیک به دلیل سرعت و مانور پذیری بالا توانایی عبور از سیستم دفاعی موشکی را دارند. این ویژگی ها آنها را به سلاح های بسیار خطرناک تبدیل می کند که قادر به ایجاد خسارات زیادی هستند. با توجه به این که در عملیات قبلی 40 موشک به یک پایگاه هوایی اصابت کرده و 3 جنگنده F-35 نابود شدند، این بار با 450 موشک میتوان انتظار داشت که چندین پایگاه نظامی و تأسیسات کلیدی هدف قرار گیرند. این خسارات میتواند شامل انهدام جنگنده ها، تجهیزات نظامی و انبارهای مهمات باشد. شلیک 500 موشک هایپرسونیک به سمت اسرائیل میتواند به وقوع یک بحران عمیق و چند بعدی منجر شود که تأثیرات وسیع بر ابعاد نظامی، انسانی، اقتصادی و سیاسی خواهد داشت. با توجه به تجربه های قبلی، اگر 90% از این موشک ها به هدف اصابت کنند، به معنای 450 موشک خواهد بود که می تواند به طور همزمان چندین پایگاه نظامی و تأسیسات کلیدی را هدف قرار دهد. این حجم از حمله قدرت تخریب بالایی خواهد داشت و می تواند منجر به انهدام تجهیزات نظامی، به ویژه جنگنده ها و سیستم های دفاعی اسرائیل شود. همچنین آسیب به تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت های حیاتی مانند بیمارستان ها، نیروگاه ها و مراکز جمعیتی می تواند خسارات جانی و مالی زیادی را به دنبال داشته باشد.
تلفات انسانی در این سناریو می تواند به شدت بالا باشد. اگر موشک‌ها به مناطق پر جمعیت یا تأسیسات کلیدی اصابت کنند، تعداد قربانیان می تواند به طرز چشمگیری افزایش یابد. این وضعیت نه تنها بر روی خانواده‌ها و بازماندگان تأثیر می گذارد، بلکه می تواند احساس ناامنی و ترس را در میان جمعیت گسترش دهد و بر روحیه عمومی جامعه تأثیر منفی بگذارد. از نظر اقتصادی خسارات وزیر ساخت‌ها و تأسیسات تولیدی می تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و ایجاد بحران اقتصادی منجر شود. آسیب به تأسیسات حیاتی می تواند به اختلال در تامین انرژی و خدمات عمومی منجر شود و این موضوع به نوبه خود کیفیت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. هزینه‌های بازسازی این زیرساخت‌ها نیازمند زمان و منابع مالی قابل توجهی خواهد بود و این بار مالی می تواند بر روی بودجه ملی فشار وارد کند. در بعد سیاسی، حمله به اسرائیل احتمالاً واکنش‌های شدیدی را از سوی این کشور و همچنین جامعه بین‌المللی به دنبال خواهد داشت. اسرائیل ممکن است به پاسخ نظامی تلافی جویانه دست بزند که می‌تواند به تشدید تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در منطقه منجر شود. این نوع حمله ممکن است به ایجاد ائتلاف‌های جدید و تغییر در دینامیک‌های سیاسی و نظامی منجر گردد و تنش‌ها را در خاورمیانه به سطح جدیدی ببرد. در نهایت باید توجه داشت که پیامدهای چنین حمله‌ای فراتر از مرزهای یک کشور خواهد بود و می‌تواند به تغییرات عمده‌ای در روابط بین‌المللی و ساختارهای قدرت در منطقه منجر شود. به طور کلی، شلیک 500 موشک هایپرسونیک به سمت اسرائیل می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ نظامی و سیاسی خاورمیانه شناخته شود و تأثیرات آن ممکن است سال‌ها یا حتی دهه‌ها بر روی امنیت منطقه تأثیر بگذارد. با سپاس از همراهی شما دوستان. Thank you.